بنت به هر قیمتی مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شوید. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل می‌خواهد با متحدان علیه ایران همکاری کند، اما مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، حتی اگر باید به تنهایی اقدام کند. وی که با شبکه 12 اسرائیل مصاحبه می‌کرد افزود: ما به دوستانمان در آمریکا و همچنین کشورهای منطقه برنامه اقدام را ارائه دادیم و ما خرسند خواهیم بود که در کنار اقدامات مستقل ما شرکای ما نیز اقدام کنند. نخست وزیر اسرائیل در ادامه این مصاحبه گفت: در هر صورت مسئولیت اینجاست و ما به هر قیمت مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهیم شد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه مصاحبه خود با شبکه 12 این رژیم در پاسخ به سوالی درباره انتقادها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل درباره تلاش‌هایش علیه ایران گفت: تصویر کامل این موضوع بسیار سخت است که نادیده گرفته می شود. اما من معتقدم زمانی که یک مشکل وجود دارد نباید توپ را به سوی یکی دیگر پرتاب کرد. مشکلات را به ارث برده باشید یا نه باید حل شود. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد: دولت اسرائیل شرایطی را به ارث برده که ایران در نزدیکترین نقطه خود به بمب قرار دارد. شکاف بین سخنان و اظهارات نتانیاهو و اقدامات بسیار زیاد است. بنت با اشاره به تصویری که نتانیاهو در یکی از سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران به تصویر کشیده بود گفت: ارائه‌ای که وی نتانیاهو درباره بمب و خط قرمز داشت را به یاد می‌آورید، ایران مدت هاست که از آن عبور کرده است. البته نخست وزیر سابق اسرائیل در تصویری که در سخنرانی خود در سازمان ملل ارائه کرده بود، خط قرمز را بر روی غنی‌سازی 90% قرار داده بود. نقطه‌ای که برای ساخت بمب به آن نیاز است و تا کنون نه تهران و نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدن به این سطح از غنی‌سازی را در ایران اعلام نکردند.